دعوای شدید و درگیری امیر تتلو با کنسرت گزارش و گفتن اینکه ایشون دوست دختراشو مورد عنایت قرار داده و شکایت ازش. صحبت‌های جنجالی پوتک در مورد پیشرو که با وجود وضع بد مالی بازم حاضر نشده آلبومش رو برای فروش بذاره. من بهش گفتم آلبومتو بذار فروش، ولی خدایش اصلا گوش نکرد. چش که اصلا وضعیت مردم الان اونجوری نیست که دوغم بخوام بفروشم. همین الان سر دوزک تیراندازی شده، همه مغازه رو دارن می‌بندن. سلام به پارس فکت، خوش اومدین. لطفا قبل از هر چیزی چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. دمتون گرم. امیر تتلو که قرار بود به زودی کنسرت جدید رو توی ترکیه برگزار کنه، گویا تمام برنامه‌اش به هم خورده و یه درگیری بزرگ با کنسرت گزارش داشته. تتلو هم میگه که ایشون با دخترها که میان اونجا رابطه داشته و در این مورد نوشته: بنده از آقای صلاح‌پور شکایت دارم. چند سال به بهونه پاسپورت و اقامت و پلیس من رو تو ترکیه نگه داشته. همه زندگیمو بارها گیده و آبرومو جلوی نوازنده‌هام و مردم برده و یا برنامه‌هامو خراب کرده یا کنسل. تمام دخترها که میان سمت من رو میچسبه بهشون و تیرشون میکنه که نرسن و هر روز یه مواد جدید میاره اینجا، اونم از نوع که بدن و صدای منو خراب کنه. 40 تا امضا تا حالا به زبان ترکی از ما گرفتن و معلوم نیست چی کار دارن میکنن و کلید همه خونه های منو دارن. شاید جایی موادی چیزی جاسوس کرده باشن اصلا که بخوان منو بدن، چون ویلای قبلی که اجاره کرده بودن واسه بندم شنیدم پر از مواد بود. هوادارا سری دست به کارشن، یه سریشون برن دم شرکت این یارو، یه سریشون هم در خونه وایسن دارن داستان درست میکنن برای من. و اما همونطور که میدونید پیشرو به تازگی یه آلبوم منتشر کرد که خب هممون میدونیم که این رپر با سابقه با اینکه یکی از قوی ترین رپرهای کشوره، ولی هرگز از رپ فارسی پول خوبی در نیاورد. تا جایی که الان نسل چهاریا بهتر از پیشرو دارن پول در میارن. و نکته بسیار جالب و عجیب اینه که پوتک میگه به پیشرو گفته بود که آلبومش رو برای فروش بذاره، ولی خب پیشرو قبول نکرده. من بهش گفتم آلبومتو بذار فروش، ولی خدایش اصلا گوش نکرد و گفتش که چون سری قبل نمیدونم سر آلبومش چی شده بود، گفت اصلا چنین چیزی نیست و خیلی خوب گفت. گفتش که اصلا وضعیت مردم الان اونجوری نیستش که دوباره بخوام بفروشم. یه بار قبلا یه سری اشتباهات صورت گرفته موقع فروش. یعنی میخوام بگم خدایش همیشه این بشر تهدلش خیلی خفن و خوب بوده نسبت به سروش. هیچکس هم از دیروز اومده توی توییتر و به شدت از دورچی و آهنگ جدیدش که با کاکا منتشر کرده دفاع کرده و نوشته که این موزیک حال خوبی به آدم میده و حتما نباید شعرش خیلی خفن باشه، همین که حالتو بهتر میکنه کافیه. بعدش هم که کاگان و دورچی حسابی با این توییتای ایشکس حال کردن و شبشون ساخته شد. همین الان تیرانداز شدیم، دوباره حمله کردن، همون مغازه را تعطیل کردن. همین الان سر دوزک تیراندازی شده، همه مغازه هم دارن می‌بندن. صدا سیما تو دستور کار خودش گذاشته. حاج آقا خبر ناگواری رو دادن، شاه چراغ حمله تروریستی شده دوباره و مثل که دو نفر از هموطنان به شهادت رسیدن، تعدادی زخمی شدند. حالا اطلاعات هر مقدارش که بیاد زیرنویس خواهد شد. تروریستی شاه چراغ دقیقاً در چه ساعتی اتفاق افتاده؟ منابع غیر رسمی شمار شهدا رو عددهای مختلفی اعلام می‌کنند. از زبان شما آخرین وضعیت مجروحان و همچنین آمار شهدا رو دریافت کنیم. عرض کنم که متأسفانه حادثه تقریباً حوالی ساعت 7 بعد از ظهر اتفاق افتاده که فعلا تا اطلاعاتی که بنده دارم یک تروریست بوده. این تروریست هم با اسلحه وارد شده و از همون ابتدا دو تا از خدام حرم مطهر رو مجروح کرده و بین 4 تا 6 نفر هم از بین زوار حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی که متاسفانه یکی از این زوار تا به حال به شهادت رسیده و حال اون مثلا مجروحین هم مناسب نیست. آقای ایمانی، به نقل از فرمانده سپاه فجر فارس، یک عامل این حمله تروریستی دستگیر شده. جزئیات این دستگیری و همچنین خبرهای مرتبط رو برای بینندگان شبکه خبر توضیح بفرمایید.
من خودم در حال رفتن به طرف حرم هستم. فقط من گفتگو میکنم با آقای دکتر ایمانی استاندار فارس. آقای دکتر، آخرین اطلاعات رو از حادثه امروز بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه حادثه تروریستی داشتیم بعد از بار مستقلان مستقلان از اینکه در حال برودی حرم حضرت شاهچراغ که تروریستی اطلاعات اولیه من که هنوز نرسیدم به صحنه اینه که ظاهرم دستگیر شده، منجر به حضرت اطلاعات دقیق نیست ولی ظاهرن منجر به شهادت یک نفر و 4-5 نفر هم مجروح گزارش کردن به بنده. درسته. اون فردی که به هر حال تیراندازی کرده آیا دستگیر شده؟ در حرم ورود میکنه و بلافاصله هم شروع به تیراندازی میکنه با اسلحه جنگی و تعدادی از ظاهرین که در اون در ورودی به مسجد بودن متاسفانه مجبور میشن که بلافاصله بعد از اینکه از همین راهروی پشت سر من قصد ورود میکنه در همین نقطه که من ایستادم حالا چند متر جلوتر توسط مأمورینی که در تعقیب ایشون بودن و همچنین همکاری خود گودام دستگیر میشه و الان فرد در اختیار ما هست. خب یک اسلحه جنگی با 8 فشاب پرستی همراهش بوده که فرد الان در اختیار ما هست و انشاءالله اطلاعات تکمیلی هم به استحضار ملت شریف ایران اسلامی و هموطنان عزیز خواهد رسید. آنچه که در این خصوص میتونم عرض کنم، فعلا ما 7 مجروح داریم و برابر اعلام اورژانس یک نفر هم به شهادت رسیده. خب وضعیت امنیت اطراف حرم هم برقرار هست، مسئله دیگه ای نداشتیم. شایعاتی شده بود که حالا جای دیگه هم در حرم کجا نه چیزی وجود نداره، فقط همین حادثه است و فرد هم همینجا دستگیر شده. برای یک نفر بوده؟ کسی که وارد حرم شده یک نفر هست، حالا صحبت هایی هست که کسی دیگه هم بودن، منتها خب قطعا باید بررسی بشه. نمیتونیم الان اظهار نظری کنیم. اون چی که برای من مشخص هست اینه که یک نفر از بیرون از حرم تیراندازی میکنه، وارد این راه رو پوستر من میشه و در همین نقطه هم که ما ایستادیم به چند جلوتر دستگیر میشه. قراره 7 مجروح داریم؟ 7 نفر مجروح که حالا ممکنه یکیشون حالا وضعیتش وخیم است ولی بقیه خیلی مشکل خاصی ندارن، در تحت مداوا هستن، هم در مراکز درمانی هستن. ان شاء الله شهیدی ما تو این حادثه یک نفر به ما اعلام شده که به شهادت رسید. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و اتفاقات چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.